Kaçmış ödünü tumaşın nerkeşi. Andra çıkarponin, bereyin, demunin. Andra. باشه میمونیم. فقط اولش برای من توضیح بده برای چی من اومدم رستورانی که انتخاب زنت بوده؟ انتخابمون نبود، اون فقط گفت اینجا قشنگه همین. تو اصلا این طرفا رو بلد نیستی. طبیعتاً اون بهت آدرس داده. خب من اون باشه اینجا ما صحبت کردیم این کجاش ایراد داره؟ یعنی چی؟ یعنی اگه بخوای واسه من کادو بخری میری میگی سایز دوست دخترم اینا کجا؟ اینا ربطی به هم نداره. میخوای چی رو بشه؟ چرا کاملا به هم ربط داره؟ آدرا اینو بفهم که من امشب همه تلاشمو کردم که با تو بیام بیرون. تلاش میکنی؟ نه نه یعنی منظورم اینه که تو همیشه قور میزنی چرا ما قرار عاشقانه نداریم. من امروز همه آدمای جهان رو پیچوندم که اینجا باشم. سپاسگزارم. نمیخوام تشکر کنی، فقط میگم راضی باش. همین راضی هم خوشحالم. الان میرم فقا تا دو دقیقه دیگه. آندرا چیکار کنی؟ میخوای بریم هر جایی که تو دلت میخواد؟ میگم با دل رستوران از این رستوران دیتیاس نکنه زنت هم یکی برمیداره میاد اینجا. آندرا انقدر بیادب نباش. اینقدر سیگار نکش. چرا اینقدر سیگار میکشی؟ دوست دارم هر کار رو زیادی انجام بدم، بلکه یه چهار نفر نگرانم بشن. من خودم نگرانتم. آره تو اینقدر نگرانمی. من یه اینقدر نگرانم. من اینقدر نگرانتم. کفشم خوشگلن؟ بله بله خوشگلن. اصلا نگاه نکردی. دخترم میگه جرفه. دخترت برای اینکه بچه هست و بچه ها تعریف درستی از سلیقه ندارن. بچه من داره. بچه من دقیقا میدونه تو 9 سالگی چی میخواد. یه مامان موقر آروم که من هیچ کدومش نیست. آن را بریم اون تو بشینیم، غذا بخوریم، خوش بگذرونیم، بریم به زندگیمون برسیم. میومدی بیرون چی گفتی بزنی؟ الان مجبوریم در این مورد صحبت کنیم. بابا من یه سگ دارم، میام بیرون بهش میگم فلانجا دارم میرم. هیچی بهش نگفتم چون مثلا اینجا نیست، رفته ناند. اینجا آنی پس بریم خونه تو. یه تنبایی به من کنم. نه نمیشه. چرا؟ دلیلشو خودت میدونی؟ نمیدونم. آن را من یه مرد مجرد ول نیستم، من یه بچه دارم تو خونه. با تو برم خونه بگم این کیه؟ خیلی خوب. پشه تو این فصل اینجا چی کار میکنه؟ من چه میدونم؟ مسئول پشه ها منم. خلافان کردم. یه دونه اسپری از این زده پشه ها هست تو داشت بود. برد روزم پوست پشه نمیشینه. اینه؟ بله بله. ببرم بزن. ای بابا دیوونه کور شدم چته؟ اصلا هنوز نزدم. چرا زدی اینها ببین؟ خب اگه زدم حواسم نبوده، برای اینکه منم اعصاب ندارم. منم خواهم زودتری استقرار پیدا کنیم، دو کلمه باهات حرف بزنم. بگو. چون من یه مدتی از وجدان بعدی پیدا کردم. میدونی که من چقدر آدم رها و شفافیم. پیش اومد با یکی از همکارای داروخانه یه مقداری یه مقداری نزدیک شدیم. یعنی چی؟ چرا؟ دیگه شد دیگه. من رفتم دکتر اعصاب همین اواخر. گفت باید دوز داروهاتو خیلی ببری بالا. گفتم آقای دکتر دیگه اصلا بدنم نمیکشه. اجازه بده من یه چهار تا آدم جدید ببینم، رابطه های جدید. گفت این اصلا بهترینشه، میتونی انجام بده. گفتم چشم جابجا میشه. چه دارویی؟ پارالازول کدئین. پارالازول کدئین دیگه چی گفتیه؟ همین که تو دوز بالاش میبرد تمام. حالا الان میخوای لج منو در بیاری؟ اگه میتونستم لجتو درام واقعا احساس خوشبختی میکردم. همکار داروخانه ای از کجا پیدا شده؟ قبل از منم اونجا کار میکرد. باشه این خانوم چند سالشه؟ وا چرا وقت خانوم باشه بعد رو وجدان من سنگینی کنه؟ آخه گفتی میخوام رابطه هامو جابجا کنم. نه هنوز انقدر روشن فکر نشدم. ببخشید چند منده 26 سالشه. یه مرد 26 ساله؟ خانم رهای شفاف اینا رو به من بگید چیکار بکنم؟ نکنه انتظار داری به خاطر این توانایی و آزادی بی اندازه در برقراری ارتباط با همه نرهای جهان تشویقم بکنم؟ نه ولی انتظار دارم لااقل صداقتمو تشویق بکنی. البته این حرفی که میزنی با اینکه ناراحت کننده است، من خوشحال داره چون لااقل میفهمم برای تو مهمه. هنوز یه موجی از نگرانی در رابطه با من. تشویقت میکنم، تشویقت میکنم. اگه کور نشم حتما تشویقت میکنم. فوت نکن، فوت نکن، فوت نکن. آن را گفتی پسر 26 سالشه؟ حالا تو هیچی، اون با پیرزن چی کار بخواه بکنه؟ به من با من چروک دوست دارم. بعدم چرا خوب کار میکرد؟ منتها دوستان اومدن بهم گفتن پول
پول الان تو آلاچیقه، من هر چی سرمایه داشتم مثلا گذاشتم تو این آلاچیقا که سقفش چوبی دیوارش شیش. آقا داری میخوابی وسط طرف نه قرصه داره اثر میکنه، حواسم از سقفش چوبی دیوارا شیشه. بله بعد شهردار اومده میگه اینو غیر استاندارد داریم که بفروشیم. شهردار پول بده میره. نه نه اصلا اینجوری نیست، ماجرا خیلی پیچیده تر از این حرفاست. ببین همیشه هم یاد آمیره مثل که یه چیز خیلی مزخرفی هست به اسم زرزر زن ترم. نه نه سریع به شیب زمین. نه از اونم مزخرفتره. بعد من اینو یه مقدار سریع به شیب زمین رو بیشتر گرفتم، تر زده شده تو همه چی. الان شهرداری میگه نمیتونی بفروشی، خریدارا شکایت کردن، دادگاه میخواد حکم بده همه زندگی رو بذاره حراج. دادگاه؟ یعنی قضیه اینقدر جدیه؟ من جدا معذرت میخوام، فکر کنم یه کمی شوخی برگزار کردم، مثلا وقت خوبی نبود این قضیه پسر 26 ساله رو بگم. آن را برای گفتن قضیه پسر 26 ساله هیچ وقت وقت خوبی نیست. آروم باش، من میدونم تو تحت فشاری، خانواده چند سال من دارن، زن چی میگه؟ زنم که میگه تو مرد خانواده ای، پدر دوتا بچه ای، میگه قوی باش، میگه بجنگ بجنگ. غلط کرده بهت نزدیک شده؟ نه آن را از دور میگه، میگه بجنگ بجنگ. پاک بر سرت کنم دروغ بود، تو که گفتی با سه ماه اتاق خواب رو جدا سازم ما هم حرام نمیزنم. من بدبخت اومدم وسط یه رابطه مزمحل زناشویی، زوج از هم گسسته شما رو باز به هم بچسبونم، باز به هم بچسبونم، باز به هم بچسبونم. آن را من میگم دارم بدبخت میشم که تای عکس العمل دینه. نمیتونم نمیتونم دیگه تحملت کنم، توی چهار سال کم بالا پایینای تو رو تحمل نکردم، الان تحمل یک زوج چسبیده به هم در مقابل مشکلات رو ندارم. من دیگه گشنم نیست، برمیگردم. من تشنمه، من شاش ندارم، باید برم. آن را بیا بریم. نمیام آن را بیا بریم. برای اینکه خرم فکر کردم تو میتونی با هم در بیاری. عنوان یه دوست؟ آن را به هر عنوانی بیا بری. زن میخواد بلیت کنی چی کار زن من داری الان اصلا؟ تو نمیتونی جای زن من باشی. آن را بیا بری. آن را بلیت میکنم میرم. آن را من رفتم. گفت شو.
بگم ببخش. مثلا بگم وقت شما اونجوری بخشدنش به گذاری من یاد یه خاطری تو بخشیدی ها مفتم تقریبا هم مراسی آره تقریبا آره مخواستم بگم توی این موقع تو نم خیلی کوچیک بودن یعنی مثلا تازش بفهم تازش رو کرده بودم تنهایی بیرون برم بابا میاد افتاده بود که موقع رفتن هستی اون بعد چی کار کنم همش میگفت فرانسواز کوچولو موقع رفتن هستی اون قبل بعدی برای خیابون رو نگاه کنی بعد اون برای خیابون رو نگاه کنی بعد اگه دیدی ماشین نمیاد خیلی آروم رد بشی بفرمایید آفرین این دختر از همون بچگی خیلی باهوش بود یاد بگیر مامان اول سمت راست رو نگاه میکنی بله ممنون بعد سمت چپ من نمیدونم چرا این چیزی که گفتی نشون میده که شما لوس بابا بودی خوش به حالتون من تو تمام عمرم هرگز مردی رو نداشتم که ازم حمایت کنه واقعا کیزا کجاست اون نهاشش مامان بذار ببینم آره درش هم بست اصلا بذار پیش خودت رو میگم مامان همتره خودت خوبی مامانا؟ وقتی من بچه بودم اون وقتا کلی ها هنوز بودم خیلی زیاد خیلی تو بد وضعیتی بودم اگه منم جای اونا بودم حتما دوستی میکردم نه البته اینجوری نیست رو میدونیم وقتی یه بار کیف مامانم رو دوستیدم برای همین همش یاد این خاطره میاد کلی بو قرمزه دوستیدم مثل من باباش با کلی بو قرمزه مامان نه باباش کلی باز بود مامان اگه یه کلی رو باردار کرده بود حتما باید باشه تولدش مبارک تولدت مبارک تولدشون مبارک این خیلی عالیه شما چه بوده میخواد خانم؟ اتفاقا من روزه خیلی دوست دارم ولی نمیتونم من به خاطر یه آدم عزیزی شیش هفت ماه توی ترک الکلم تابستون پارسال تمام مدت مست تابستون خوب آدم ها از طریق مشروع خودن از همیگه انتقام مثلا من شما رو دعوت میکردم بخونمون بعد توی مشروع یکیشون سم میریختم بعد اینا رو قاطی میکردم حالا نمیدونستیم کدومش مصروبه بعد هر کدوم یک گلاس سم میداشتیم میزدیم بالا میزدیم گلاس ها رو به هم چش تو چش هم نگاه میکردیم ببینیم کی جرأت داره اول بره بالا من همیشه اول میرم این دقیقا همون زمانیه که من باید توش به دنیا میومد آره بوریس میگم راستی بچه ها چطورن؟ خوبم پاتریسیا بهم گفت که پولا تو آکادمی آواز قبلشو داره خوب جولیان چیکار میکنه؟ جولیان خوبه؟ جولیان کار خاصی نمیکنه اینه تو دوستان بریم مسافرت خیلی مهربونه چرا هیچ کاری نمیکنه؟ تو همه نظرم جولیان خیلی بچه باهوشیه نه ما هر دفعه که میریم کلی بهمون خوش میگذره خانم آندرا ما یک شنبه این میشه تو خالی با پاتریسیا و بچه ها بیرون بودیم خیلی خوش گذشت یک شنبه پیش به ما هم خیلی خوش گذشت آره خلاصه جوری هم بار بار تابلای نقاشی به نشون داد تابلا رو تحلیل میکرد اتفاقا به نظر من بچه باهوشه بله واقعا بچه باهوشه به مامو نشد که خیلی علاقمند موضوع خانواده خیلی خیلی خودتون ازدواج کردی؟ دو سال و نیمه هنوز ازدواج نکردیم من هنوز دارم عزیزم رو امتحان میکنم میتونه بهش میگن ازدواج سفید بهتره ببخش خانم شما بچه داری من اسمش هم پیادم گفتم آنتا بله یه دختر 9 ساله دارم اسمش چیه؟ اسمش صوفیه صوفی چه قشنگ بازگشت صوفی نه انتخاب صوفی من عاشق اون فیلمم از تو همون فیلم اسمش رو گفتم حالا چی؟ مری استریپ با اون مرده با هم رفتن خیلی خوب بگه ماما مامان من چه اسمانو داره فقط صحنه ی فیلم رو دقت کنه جلو خانم شما چی میزنی؟ پارالازور کده اینی هم سرتون درد میکنه؟ نه بخور برای همه جات بکنه خانم دکتر من دکتر نیستم وقت نکردم درد کنم بسی دکتره من یه موقع کمرم درد میکرد خیلی وقت میشه رو میادم نمیاد که نام بیکسترالون دادم میشناسم خوردم فهمیدم فقط اون میتونه کمرم رو خوب کنه فقط قطعش کردن و من هنوز بیخورم و صبح یه دونه بله میتونم؟ خیلی داروی محبوبیه منتها باید
آگاهی داشته باشین که یک دوزی از مورفین توشه. حالا مورفین پورفین به مادر من توصیه نکنین، همین جوریش من تو نگهداری دچار مشکل هستم. حالا دیگه معتاد هم بشه توی سن و سال واقعا با یه دونه کسی نمیشه. میشه برای آرتم تمام خوبه. شما داروخونتون کجاست؟ ما همین بومه شهر هستیم. اتفاقا داروهای خاصم برای آقایون داریم که ایمیدیتلی تاثیر. اینا همش برام اسمسش میاد. من همیشه بریم بودم از بریم یه لحظه سکت رو برای مهمه. من خیلی بخواهم اینجا خواهم قشنگ پر میکنه. آه اوکی داره به بال قانونی شه تایی میکنم. اریک عزیزم بده عزیزم میگم راحت باشا اریک در جریانه، یعنی پاتریسیا به اجازه داد که بهش بگم میتونه راه نماییت کنه. آها موضوع رو داری میگی. فکر نمیکنم الان احتیاج به راه نمایی من داشته باشم. عزیزم اتفاقا به نظر من خیلی هم احتیاج. آخه میبینی خانم همسر من مدیر حقوقی توی زمینه کلی تخصص داره، میتونه کمک کنه. آخه الان کمکم نمیاد. یکی یه چیزی به من بده از این بعد از هم بگیش. اتفاقا امروز پولیس یه اسپری به من داد. وقتی میزنه رو پوستتون پشه اذیت میده. داروخونه تو خیلی چیزه. من هم متوجه نیستم. من از پشه ببریام میترسم. اریک حالا که بحثش شد بهم بگو ببینم تو دادگاه تجاری آشنا داری؟ بذار فکر کنم ببینم. نه ندارم. برای اینکه اعلام ورشکست اگه معوق بندازم احتیاج به وقت دارم، زمان. نه بابا ورشکست شدم به همین راحتی ها نیست پلیس. میدونم اما من 3 ماه هیچ دریافتی نداشتم. 26 ماه موعد چکامه، نمیتونم پاسش کنم. بس کلا ورشکست شدی رفته. باید برید دادگاه هم حواست باشه، حتما با یه وکیل خوب بری. چه وکیل اسم این پشه رو گذاشتم ببری با اینجا سه کوچولو؟ آره داشتم میگفتم با کنبا میپاچو ببینم دختری و پسر. آخه بابا مگه مهمه حالا پشه کجا بودم؟ وکیله وکیله رو پاشو یعنی شما ببینم بخاطر همون تراس هست دیگه. درسته تراس نه حالا چی؟ حالا چه بدتر باشه. حتی با همه یه پسرم داشتم اونم مثل آقا بونی سوسکول بازی در آورد، هرچی داشت و نداشت گذاشته بود جالا چی تیر زده بود تو قیافه نداشت نه تو چه شوخی میکنم؟ اگه یادت نیست پسرم اون موقع شکست شد بدبخت شد. اما تو آقا بونی سوالی که اتباه برات پیش نیاد خودت باید بری داد اون کاره نکرد خودت برو، این تاثیر میذاره روی داد. اگه زندگی ما حراش کنن چی؟ آخه چی داری بخوان حراجش بکنن؟ اریک من تقریبا همه چی دارم، خونه، کارخونه، کارگاه، ماشین، ویلا، همه چی. خیلی پول دارم. همه رو ازت میگیرن، خونه، ماشین، کارگاه، ویلا، همه رو میگیرن. بدبخت میشی، حالا ورشکست میشی، به تو کسی برن. نه خودم به نه ببین برو باهاشون صحبت بکن، بگو میخوای از نو شروع بکنی. فکر میکنم که باهات راه بیان از این بدبختی در میای. من میگم خیلی این جمله رو دوست دارم، حضور هیچ کس در زندگی ما اتفاقی نیست. آدم ها تو لحظه‌ای که باید به ما نازل میشن. شما به من نازل شدی نمیشه. من الان به شما نازل شدم. شما امشب مسبب آرامش من این شد. این آقا راجب ورشکستی بیش طوری با من صحبت کرد که من واقعا تنش به امانه شد. بکنم یه فاجعه در راه فکر کنم دقیقا من کاملتر از ایشون توضیح دادم چون ورشکستگی من این که اصلا شاید چرا میتونم چیزی که خیلی پیچیده تر و گنده تر از این حرفاست. این عادت همتون رو عذرخواهی میکنم و کل آقایون دنیا میل به سیاه نمایی دارم. آقا مشکلشون اینقدر میخوام بگن اینقدر. نه 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 خانم اتفاقا من برخلاف بقیه اگر اینقدر باشه میگم اینقدر، اگر اینقدر باشه من بر اساس شرط نه یه بسی دارم صحبت میکنم. من میگم آدم ها باید واقع بکنیم هم باید واقعی گرش رو بیان بکنیم. یه جان هم عزیزم نمی برو ایمون از تو کانامه بگیش بیرون بعد بیرون چقدر بودو بس میخوام اون الان میرسم کجا بودیم یادتون نه یه دقیقه خیلی از دیدن تو خوشحال شما ایمان منو به آدمایی رو حفظ کردیم. خانه من به شما تبریک میگم چمچین پارتنری انتخاب کردیم. ایشون هم برای که آدم خوبی هم اطلاعاتشون رو راحت گفتم سنس آف هیومرشون محشد حس تنز اگه یه مردی نداشته باشه چیزای دیگه شاسم به درد نمیده. و من اگر یه مردی ببینم که سنس آف هیومر داره خودم رو موظف میکنم یه چیزی تقدیمش کنم. عزیزم شما یعنی به من تقدیم بکنیم. برای شما یه خاطره ویژه میگم، خاطره گالری لافایت مال شما. بریم دیره، بریم دیره، بریم دیره. ما چرا بریم دیره؟ هر دفعه من این خاطره رو میخوام تعریف کنم یه دفعه بی ادبیه، یه دفعه طولانیه. سنس اف هیومر نداره. کفش نمیده. ببینین یه
شافایت که مثلا عتیقه بخریم. وقتی وارد شدیم میبینیم یه تشک وسط گالری پهنه و یه دختر پسر نشستن رو دوست. چرا این چیزی رو اینقدر پروژه هرچی هم من میخوام جواب
ما ربطی نداشت تو نفر آدم با چرا؟ تو باید همون لحظه پشت همسرت در اومدی و جوابشو بدی میذاری تو دهنش. عشقم بذار یه چیزی رو بهت بگم. ببین تو خیلی زیبایی، تو همه چیز تموم، کلیه اجزا در جای درست خودش قرار گرفته، فقط مشکل تو اینه که تو لحنت خیلی مزخرفه. اگر اونو بتونی درستش کنی همه چیز درست. الان اینجا حضور لحن من نیستا، وقتی من میگم جوابشو من همون لحنه جوابشو میگم، چند باقی هم باشه چه نباشه، فهمیدی؟ بله فهمیدم. آمان شما خوراک هر از اون میخواده بگم. من هر از اون دوست ندارم، بابا دوست داشت. آره وقتی هم میخورد اینقدر ملچ ملوچ میکرد حالم رو به هم میزن. یه بار من باهاش دعوا کردم در جمع، اونم ناراحت شد چون بهش گفتم تو توی خود دنیا فقیرونه بزرگ شدی. خیلی ناراحت شد، حق هم داشت چون مردم مسخره شدن تو اجتماع و دوست ندارم. آره آندرا ۲۳ سالی که تو هم کوچیکی کردی تو چه زن فرمان آندرا من فهمم خورسات بدی، من اصلا منظورم خندیدن به تو نبودش. آندرا من از دمه یه فامیل قرمسا قیمه داری زن شو میزنه، ما بردم بیرون ببینم میتونم درستش کنم، صبح با هم صحبت کنیم. آندرا چی کار داری میکنی؟ دارم با تلفن حرف میزنم. 20 دقیقه هست منو ول کردی، اومدی چه دارم با تلفن حرف میزنی؟ حالا لازم کده این خوردم گیت. باز قرص خوردی؟ خب همینه دیگه، الان با کی داشتی حرف میزدی؟ او چی جای رومانتیکی هم انتخاب کردی برای این ماجرا؟ بوریس میشه خواهش کنم تلفن این آقای وکیل رو بدی؟ به نظرم خیلی برای کارهای داروخانه ما مناسبه. آره؟ کارهای حقوقی. اونم میخوای پوشش بدی؟ الان فیوریت دقیقا چند سال 24 به بالا رو هستی نه؟ کاملا پارانویا داری، یعنی حالت خیلی بده. جایی که تشکر کنی خیلی آدم متشخصیه، ننش رو زده رو زمین. و یعنی یه جسد فقط رابطه ما کم داشت. راستی ها تو من سپر ماشین رو نگیدم، سالم بود؟ آره پیر زن کچولو کچولو بود. نگاه کن چروکای برو چشم رو ببین، دارم پیر میشم نه؟ کدوم چروکا عزیزم، تو این 4 سال بسیار جذابتر شدی. عوضش که تو این 4 سال خیلی خراب شدی. چی شدم؟ نه یه مقدار خیلی جزئی پوست برزورم مثلا، یعنی خیلی ولی من دوست داشتم یادت بیفته 4 سال پیش چه خزه زاغارتی بودی. من لباس پوشتن یادت بیاد. منم دوست داشتم بهت بگم اصلا منظورم پوست نبود، خودت گفتم خراب. من خرابم؟ تو چه خرابی هستی که با منی؟ من اون بالا میارم. بالا میارم، اون میخواد همه چی رو به پاتریسیا بگه. بگه تو که جرأت نداری بهش بگی من هستم، یکی باید بگه چه شوخی باز کنه. اگه کاری با هم داریم من برم. نه کارامو تو کن. بله بفهم. خودت تو که مناسبی نیست، ولی من میتونم اکسترالا و پرونتال با هم بخورم. نمیدونم، من تو اون داروخانه دیدم دکترها با هم تجویز میکنن، ولی شما محبت کن لطف کن حتما از پزشکت بپرس. خیلی ممنونم متشکرم. خواهش میکنم بازم منو ببخشید. خواهش میکنم. خراب زنی که میدونی شما. نه خراب نیست، من چون تصادف کردم از دوبری کردم، شاید خرابه شاید البته نتونم. حالا شما بشین دوستا زور بزن شاید هم تونستی، اگرم نشد ما هستیم کمکت میکنیم. آی اونجا این من استرس البته آبو باز میکنم استرسم میره. آره چشت دارد، هر چی پیرتر میشم جذاب تر میشم. ماما ببخشید، مثلا من های ندیدن دور شدم، شما مامان منو ندیدین؟ چقدر مامان نازنینی دارین، عین خودتون دوست داشتنیه. ماما حالش خوب نبود، من گفتم اینجا وایسیم تا از دست شیر بیام. شما چقدر مهربونی، هم زیبا هم مهربونی. من الان اینجا واسدادم. اگه الان عهد دقیانوسه بخشودم خانم، بخشودم اون دفترچه یادش هست، منم براش مهمتره. همه رو شورش بسته همه چیز هم با اون تو یادش. من قبل از اینکه تو داروخانه کار کنم توی چیز بودم، آزمایشگاه دستم همش توی چیز بودم. اولالا مرسی خانم، دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردی. من موقع بچه چی همین الان اینجا شاشیده پاک کرده با من کجا شستی میره؟
دست دیگه بکنیم شاید چیزی. مطمئن؟ مطمئن. ما شما آخه چرا کیف جا باز؟ خودش بسه نمیشه. من کیف رو صد بار تعمیرش کرده بودم. آخه هم خودت خوبی؟ بذارم کیفه چا من ببینم باز این درشو باز میکنم نه ماشی کاره بدهدیم این کیفه رو من صد بار با در تعمیرش کردم نه ماشی دست 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 من بخه این کیفه دارم مشکل کیفه هست ماماشی ببین من به این کیفه میگم رام فشار این هر چند وقت یه دفعه بعد اینجوری هی فشارش بدی وای میسه فشارش ندیگم بله فشارش ندیم ما کلا عزیزم هیچی کیف بود مادر ماجره یه کیفه کیفه داشت فشار میداد بله کیفه عزیزم روانی تا کیپ تو توالت کرد کیو نشا بدن خیلی مشکل کردن بعد اصلا ممکنه که به خاطر مشغله های ذهنیشون اینجوری به عمل افتاده باشن مشغله بود کلا تو زندگیش آقا یه دیش مشغله داره که رفت توالت حل شد عزیزم عزیزم تو مشغله خاصی داری فراز خاصی چیکار به مامان بگرد تو اگه چیکار عزیزم شما با تکنیک تنفس عمیق آشنایی دارید عزیزم من با همین تکنیک تنفس عمیق آشنا شدم بدبخت شدم حالا به اینجا رسیده حالا من چی کنم؟ تو حالا چه ایمانسی این فکر نمی کنم؟ بابازدم گیر گوره با های همه چی شده تو؟ ما الان باید گوره ما حالا چی باید چی کار بکنیم؟ آها 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 ما الان سر بکنیم تا مامان حالش خوب شه بعد با هم دیگه میدیم بالا من دیدم تو اون تراسه این پشا خیلی مامان رو اذیت میکنن رفتم با مدیر رستوران صحبت کردم تو وی آی پی یه میز اختصاصی برامون گذاشتن که چقدر هیجان انگیز پس من مزاحم فشار دادنت نمیشم هر وقت کار تموم شد بیا پیش من راست تو چی شده آخه بابا این کیفت دیگه این کیفه بود فقط میتونیم 100 نفر آدم بچتیم اینجا که بعد بابا صبر کن با من اینا جزام که ندارن که عزیزم با شماست چی گفت تعریفه خوشگل تعریفی به شما زیبایی جانم عزیزم میخواستم راحتت کنم من واقعا نیاز هم دارم که شما لطف کنی امشب حتما هرچی راجع به من و رفیقم دیدی به اون رفیق قدیمی در جا نه 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 ایشو داشتن راجع به این مسئله صحبت داری میکنم میشه بگی صحبت من میگه صحبت کن عزیزم من در چراغ سبز شما بودم ببینم اجازه دارم همیشون به پاکستی ها تعریف یعنی تو خطبات خیلی بیشتره و بهتره عزیزم میدونی یعنی چی؟ یعنی آدم های آنورمال یعنی تو تا دو دقیقه پیش تو رستوران داشتی ادای این دخترهای موسفاها رو در میآوردی که هنوز افسردگی دارم بعد مرگی پاپاشون یه نمی عجیبی کنم عزیز من افسردگی داری دیگه ببین من رایده اینکه دکترها بزرگ شدن اصیلی خیلی نجیبی خیلی پاسدامنی بله رسمان به نظر من تیکه میدونم من نمیخوام چند تا از این کلوفت بردارم کنی بگو راحت باشم میگم بس عذاب کن نگو من احساس میکنم دوستان ما رسمان داریم به یه تراژدی نزدیک میشیم در صورتی که باید روحیه طنزمون رو در هر شرایطی حفظ بکنیم وضعیت چجوری روی طنز خودمون رو حفظ کنیم؟ فقط کافی تو زندگی اینا دخالت بذار هر گویی میخوام بخورن خودشون بخورن خیلی باشه بخورن من از این دفعه بعد دیگه کاری ندارم آفرین عشقم بله اونا برای چی هم اینجا؟ برای چی؟ اونا برای من این داد میزنی فرانسواز داد نزدن بله نه صدا خیلی بده منظور مامان اینه مالت جوابتو بدم یا ندم مامان برای اینکه مامان من حالش خوب نبود اینا لطف کردن اینجا بودن که بهش کمک بکنن هم تو همیشه حالش بده حالا چی گیر دادی به مامان؟ تو هایی جو ببنیم که داستان برای درست نکنه ایوان تو همیشه برای ما درد سر درست کردی یا همیشه کسی از تو نخسته بود بیا عدوی من رو داره در میده عزیزم جوابشو بده خب اینجوری بهش بگیم همین الان جوابشو بده من رفت ولو نرو عزیزم نرو من نرو من باشه من مامان اتفاقا من فرانسواز این رستوران رو پیشنهاد داد به خاطر اینکه فکر میکرد شما از غذاهای دریایی اینجا خیلی خوشتون میاد من همین دیشب بهش گفتم از غذای دریایی متنفرم ایمان تو دیشب به من گفتی از غذای دریایی تو مگه دیشب نگفتی من رو تفرشی میخندی مگه تو دیشب نگفتی من رو تولدم برم کنم خرچند بخورم برم تو پیترت برات گشتم یه رستوران دریایی تو مگه به من نگفتی من رو تولدم برم کنم رستوران دریایی غذا بخورم خودت به
گریهش رو اون بطن اینجوری گریه میکنه نفسش برمیاد الان خراب شد دیگه فکر کنم آره واقعا شما که پیر نیست چرا من پیرم؟ آره من پیرم ما اومدیم میبونیم بوده جای رستوران من چه خیلی؟ مثل یه سلسل رم بردم آره زور میزم از این میبینیم میبریم و بریم ولی آقای زور میخوریم میبریم معذرت میخوام میبون ببخشید گریه من کن جا پیر میشی پرست باز آره من چه چیزی گفتم آخ سری مامان من الان برمیگردم برنگشتی درک من حالم از آن به هم کم تر از زنشم اگه باید به هم نزنم امشب نمیدونم ببخشید عوض میخوام اینجا گوشه لبه تو خط زد با چی دو البته لبه خودتون رو من خیلی ربطی نداره را بیگفتا من عاشق عمومه شهرم ها با هوای خیلی بهتره داری اینجور مشرفی به شهبای عالیه و اینکه شما چند وقتی به آقای گوری شما شرط بکنیم؟ چهار سال معلومه خیلی سخت گذشتی بعد دادیم چهار سال اشتباه محض اوه چه نداری؟ آدم همیشه از این اشتباه میکنن میدونید من این پاتریسیا هستن بوریس من خیلی نمیشناسم میشین اون دارن از دور دیدم میشه موجود تختی از دو طرف تجربه نشون داده همیشه زن طرف تخته نه خانم زن طرف من دیدم اصلا آهالی این اینجوریه متاسف آخه اصلا اهمیتی نداره زن بابا نه مهمه مهمه زن طرف در مقاطعی از زندگی مهمه میدونیم فرانسواز و پاتریسیا از بچگی با هم دیگه دوست بودن برای همین انقدر حساسه این هم همینجوری از همون بچگی با هم چیز میده بودن با هم همچون با هم میرفتن مدرسه با هم میومدن با هم میخواد همه چیزشون با هم بود و من هم میخوام که اما شما انتخاب کردی ماما نکنسه نمیشه قضا چه رویه بچهاشی دارید خوش به حالتون من عمیقاً افسردم. شما شغلتون چی آقا؟ من مدیر حقوقی شرکت معتبر هلیکوپتر سازی هم. جیسوس کرایست. چی سازی؟ هلیکوپتر. بگو؟ هلیکوپتر. هلیکوپتر واقعی؟ بله دیگه هلیکوپتر واقعی. از اینکه واقعا میره هوا؟ بله هلیکوپتر واقعی واقعا میره هوا. خدایا عاشقتم.
مسیح ممنونم. هفته پیش تو کلیسا با خدا حرف زدم، گفتم خدایا میشه من یه بار هلیکوپتر سوار شم تا نمردم؟ آخه شما نمیدونید من مریضی ارتفاع دارم، یعنی یه مریضی خاصه. از بچگی بعد هفته چند بار خودم رو پرت میکردم در پنجران. آره بعد بیافتم از بالا به پایین، بعد در پنجران رو میبستم، گفتن که آندرا نم، گفتن آندرا میپره ببندیم. بعد شروع شد پاراگلایدر چند، یعنی هر ارتفاعی من داری، ولی روی هلیکوپتر هرگز نبودم، یعنی نشده. به نظر من مسیح حرف شما رو گوش کرد، شما همین الان خودتون رو روی هلیکوپتر برشد دیریم کودکیه من هست. بله دیریم کودکیتون به واقع پیوست، یعنی من اونجا دیگه اینقدر خرم میده که بتونم یه هلیکوپتر بگیرم با هم دیگه پرواز مشترک عاشق رو داشته باشیم. ای ببینی خیلی زیاد جا میشه، اما من فقط با شما، من و شما تو شما من بلدم دیگه اونجا. البته من با حقوقی هم و فشی هم میکنم بلد نخواهیم همینجوری میریم بلا همین شهری گفته میاد بالا، میریم توی هوا رو میشکافه، میره شد و باز میره شد. اگه بدی داره هلیکوپتر اینه که یه مقدار صداش بلنده، پم بمیذاریم تو گوشه بود، آخه صدا همانه بیشتر، این باید داد بزنیم. خیلی من رو هیجان زده کردیم، بعد یه مشکلی پیش میاد چون من خودم یه مقداری به هم ریختم. من این اواخر دو سه نفر به این بدقولی کردم، من قشنگ رفتم صداشون کردم بعد خرخرهشون رو پاره کردم. یعنی من رو بدقولی هست. آقا ببینید من حقمه، من میگم یه زن وقتی بهش قولی داده میشه این حباب باور این زن شکل گرفت. اگر کسی این حباب رو بشکنه یعنی به اون زن تجاوز کرده، یعنی قتل، یعنی میشه اونو به دست قانون. بله بله آندرا عشق من عزیزم، اون حبابو بده به من، من قول میدم مثل جونم ازش بار باید بکنم. قول من قوله، من نشتاقی کی 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 پس فردا خوبه؟ عالیه. من این پس همکارم تو دارخانه از همهش کارا هم میدازم سرش، به اون میگم بمونه جان. خیلی ممنون. نه میدونید من جانن جوانم، گفتم بهتون شما بعد منو تو چتر بازی ببینید، یعنی شاید به ظاهرم دیگه نیاد، یعنی دیگه گذشت، ولی نه. اینجا قلب یه دختر 18 ساله میتنه. ای وای همونجا 18 ساله هست، همون کندنی کنم. شما خیلی دروغ به دوست داشتنی هستی، ولی من زنی با اون چیم میدونم دروغ میدونم. بابا من مامانم تازه همسن من بود، انقدر که اصلا هیچکی نگاش نمیکرد رفت بابامو خفت کرد. شما که دیگه غریبه نیستی، اول من حامله شد از بابا، بعدم بابا منو گرفت، یعنی بابا هم خفت کرد. چقدر کارو خوبی کردن بابا بودو بگه بابامو خفت کرد. نه اینکه شما رو پس انداختن. سلامتی تو ایش سلامتی تو ایش سرخ شده واساس تارتار و سیب زمینی. سلامتی مسیح، سلامتی رویاهای کودکی، سلامتی خود مسیح، سلامتی هلیکوپتر، سلامتی اون بارو که پرواز میکنیم. من سره رو نگاه میکنیم به هم میگردیم میگه برمه 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 بله 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 الان اون قسمت داستان رو ما دست دادیم. تو تو ماشین چه مالی کجا کشیدی که این دختر در نقش پرانتا تا فرق داره؟ تو نمیخوام جوابش رو بدم. خانم ما آدم ها عادت داریم ادای همه چیز رو در بریم، مثلا ادای سوه. بله بریم دیگه، شما خیلی مشروب شما نمیدونی که این چند میشه، چون منو بیل کرده شما اولی باشه. ما خرچنگ سرخ شده داره. بری بابا یه خرچنگ هم به این دختر بچه چل ساله میدید. اری پسرم منم خرچنگ هم شما دیگه من خرچنگ نمیخوای آقا بوریش. من نمیدونم چون الان همه حواس خرچنگ کردن. البته نبا بله درسته، الان واسه مناسبی برای خرچنگ نیستش. من میدونه توی این بس گوشت شکمی رزه چه خیلی خوب زیر دندون نمیره. آره من هم چیز دیگه نمیخورم. آشه شما هم دیگه فکر میکنم کم کم بهتره بریم، بعدا میریم حالا آوریس و اینا. آره میریم. آره. ولی ما مثل اونا آدم های پنهانی نیستیم. من و اریک شما رو در جریان هیجان انگیزترین تصمیم این اواخر میذاریم. کدوم تصمیم این اواخر؟ قراره که آقای اریک رو من تو هواپیما بکنه بفرسته تو. Bye-bye.
عوض میکنم برای تو قول میدم من نه قول ندادم خب تو این قراره بری نه نفر بیشتر جا نداره وگرنه میبرد چی میگی شما ببخشید یعنی سه روز دیگه هم میریم نه اگه اشکال اینجوری نیست من بهشون گفتم ببینید من مثل یه کودکم من بابا به باورم نه من نگم من نبودم تو دست من به حباب شما دست دادم من غلط بکنم من هیچی اتفاق من فقط ببین اینجا من نشسته بودم با مامان داشتم من انتخاب غذا میکردم این خانوم هم من برسی شما کجا کار میکنه گفتم هلیکوپتر سازی گفتش که ای چقدر خوب من دوست دارم با هلیکوپتر پرواز بکنم گفتم خب میتونین برین توی سایت ما اونجا سبت نام چرا گفتم تو سایت ما آدرس سایتمون هم دادم قبیل بودم بعد ایشون رفتن برم اونجا من کاری نکردم اصلا چیستم من آقای بولیس آقای بولیس من به شرکت کلی گفتم اینو برداشت کردن مشکل من خودم خلبانم من بچه نیستم اما من از آدمایی هستم که خودم بیام یه جای خودم هم باید برم شما فقط حواس رو جمع کن دفعه آخرش باشه اون ازدواج سفیدت به یه زن گل میده میزنه سریشه من میتونم سوء اخلاقیش کنم به بابا به من چی خانم من من همینجا میشینم هلیکوپتر میخوام بابا که با مردم در بخونی بابا من هلیکوپتر هم من تو بوری در بیارم اینجا یه دمه ببخشید جانم دخترم نه مامان اومدم کتاب خونه برای تحقیق بله؟ آره کتاب خونه تا صبح بازه کلی در رو در بردار مامان ببین به راحتی به دخترش دروغ خب پس معلومه الان داره به تام دروغ میگه من بهش گفتم یه ماشین بگیری میخوام برم خونه من میرسونم تا نمیخواد تو چه کارای منی من ببین آندرا یه لحظه بلم کن قبل از این عادت شما مردا بدم یا وقتی نباید دست بزنین دست میزنید وقتی باید دست بزنین دست میزنید آندرا چرا اینجوری میکنی چرا دیوونه بازی در میاری من دلم میخواد ببینم کی تعارف اینا رو قبول کرد ما بمونیم اینجا کی باعث شد گن زده بشه تو همه چی کی داره دیوونه بازی در میاره کی بابا کی به دینا ها چه میتونم خدا رو شکر میدونی من چه دیوونه کله شقیم من از اینجا تکون نمیخورم تا برای من کاملا توضیح بدی چه مالی چه گونه چرا کشیدی که این دختره یه بابا من گفته چرا منو خراب میکنی اصلا ماله نکشیدم من فقط حقیقت رو گفتم حقیقت هم گفتم به خاطر اینکه دلم نمیخواد به خاطر هیچ و پوچ زندگی ما دست بدم بابا فیلم کنی چی میخوای از جونم چسبیده به من نمیخواد مگه سوره نمیخواد به من زالرو نمیخواد مگه سوره نه 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 چاقوی ماهی خوری که پنیر رو هم نمیبره گرفتید از زن که کجای منو ببری؟ بیا بگی دختر جون این چیزه میبره ماما بگی بابا بیا منو بزن دخرچه شیست داری بزن
ماما این مردش تکون میخورده ها؟ ندیدین اگه توی ماهی فروشی یا گوشاشون هم تکون میخوره؟ البته اون ماهی گوش نداره، ماهی آتشوش داره، اما شما درست میگید. نه گوش نداره خانم، نه این قسمت شعاره اما آبشوش. آره شما چه ایمونی میشه؟ نه متاسفم نه ایمونه میشه. چرا دیگه تو دبیرستان من یادتونست هممون یه ایمونی میشه بچه ها رو میخواد؟ نه میدونه من اونجا یه نازمی داشتیم ما رو به همون یه سری فیلم ها نشون داده. نگاه کنم پنجره های قطار
بازشون میکنم و همه چی تو یه ساعت یه جوره میدونی، مثلا یه سری خونه، یه سری پرده زنایی که شام میپزن، بچه‌ای که مشق میزن، مردایی که مثلا تلویزیون نگاه میکنن. ای من به خودم گفتم ببین این گوه چقدر دوست داشتنیه، زندگی رو میگم. چیش دوست داشتنیه؟ تکرار اینجوریه. زندگی این شکلیه جونت. ای من خیلی دربارت فکرم آجا، به نظرم دیگم یکم کم داری. همه 40 ساله های اینجا کم دارم، ولی تو جوونی، چرا افسرده شدی؟ نه به نظر از تو کلن خیلی تخصیم. چه اینجا بودی فرسپاس؟ نه من اونجا بودم، چه اینجا خبره خیلی خبره که من گم شدم، تا نایمدی منو پیدا کنی. اینجا که اینقدر پیچ تو پیچه، سر زبال دونی رستوران در برده. باش منو بلند کنیم سر میزم. نه نری ما که جوان بودیم هم از این پاشنه بلنده مد بودم. موقعی که شما جوان بودی انقدی میپوشیدم. آره من میپوشیدم آز و قضیه. من از اون داف خوشگلا بودم. آخ ولی آدم وقتی پیر میشه دیگه نمیتونه، یعنی بدن دیگه نمیتونه. نه 40 سالو که بگذرونی دوست داده این چه ورمی کرده، منم نمیتونم دیگه. نه تا جوانی از اون پای خوشگلت لذت ببر. من که آرتروز زدی به همه جونم، اصلا نمیتونم دلشم نخورم. این که دلشو مجبورم برم برو گیر کرد که پول بیشتر از این دار میگیره. منون سالشم از این خزه پزه را خیلی داشت. دفعه آخر که رفتم دیدنش گردم بند مروارید سردیفه انداخته بود از این علکی ها. مامان منم داره خیلی زشته. خانم اسمتون؟ خانم من آندرم چهشگی یاد نمیگیره. کمرم در میکرده آیا یه موقعی خیلی نمیدونم که گفتی خانم گفتی گفتم به من اکسترالون دادن اکسترالون و من خوردم و حالم خوب شد. بعد این احمقا گفتن دیگه نخور. من گفتم بخور. چرا نخورم وقتی که من حالم خوب میکنه؟ بخور کی گفتی؟ تو توالت روزی صبح یک عدد در توالت مصرف شد، یکی قبل از توالت هم بخورم دوتا. ببین این ننه شوهرت اگر خودشو داد به یه جای بعدی تفصیل من نیست. ممنونم بچه خیلی خوب. باش بری باشو. کجا بریم؟ ما بریم تو شام بخوریم. کی بتم بردم؟ تولدمه. تولدش مبارک. تولدم. شما با ما شام میخوریم؟ نه عزیزم نه اون نباید. تو داری من اذیت میکنی. من به این چیزی که من داد زدم سر تولد خودم با هر کی که بخوام اونو تفصیل کنم. خیلی خوب. دارم ما رو میخوشیم. نه تولد نه نوئل هیچی. افسرده ببین افسرده یه قشنگ بیا جان مادر اون کفشاتو بده من پا برنده نمیتونم برم توالت باید برم یعنی دیگه داره میریزه توالت بازم میخوای تشریف ببرید توالت آره شما خیلی کلیاتون کار میکنه ها نه فرانسوا شما کجایی منوبه من اونجا یه ساعت میز غذا سفارش دادم هر از اینا رو گذاشتن جلو برش توالت هم مادرش از اینجا که تو دادم که راست شب مستقیم دو خوابیم اول مستی شما درد کنم و شخص از همینجا چقدر درم کرده ایتیاش نیست آبا شما مدام یاد کردیم اومده اینجا نیم که حسنم سر میره داداشی با تلفن زرف زدیم و اومدیم تو تهران حالا من یه دقیقه داشتم ما آلن صحبت میکردم شما باید میامدیم اینجا ماما شما چیزی میخوردیم خوردم فقط راجب خوردم با من حرف میزنیم نگر من کار دیگه این ندارم مامان من خوراک هل از اون سفارش دادم بگم براتون بیارم نه بلش کن نمیخوره ایدی من واقعا مهمونی امشب رو نمیفهمم واقعا نمیفهممش چی وجود داره که آقای بفهمی همه چی به هم ریخته است بابا من این همه غذای دریایی سفارش دادم اونا رو چی کارشون بکنم گو بزنم من همه چیاره آقا هلیکوپتر که ندادی یه خرچنگی را اقل امشب بده خانم شما چه گیری دادی به خرچنگ این شبا؟ میگم تو این فصل هسته مناسبی برای خرچنگ نیست کوشش رزشه میفهمی؟ دوستتو چی شد؟ ولم کرد بله معلوم بود آدم عاقلیه خوب پیچون رفت داره بریم من ما به یه نکته خیلی مهم نیست من نمیخوام نکته مهمی هستم بزن بگم من نمیخوام بریم شما من بگم که بوریس شوهر پاتریسیا من چرا اینو گرفتم؟ بگم یارو مجرده از خفتی اومده این کانون صاف فقط داری همین رو میگی دقت کردی؟
پاتیسی هست، اونی چهان پاتیسی هست. بله فهمیدم، اون بوریسه هر روزاده چهان پاتیسی هست. اون بوریسه کسافت چهان پاتیسی هست. اون بوریسه لسن چهان پاتیسی هست. اون بوریسه آسکا چهان پاتیسی هست. معرفی بوریس شوهر محبوب پاتیسی ها. یه تاکسی اومده بود تو پارکینگ ردش کردم رفت. تاکسی من بود بچه ردش کرد. گفتم احتیاج به تاکسی نداری، پولشو دادم بره. با اون گارسون قشنگه گرفته بود. چی کار میکردی تا الان؟ داشتم فکر میکردم. به چی فکر میکنی؟ به تو چی به چی فکر میکنم؟ پاشو بریم، این چه وضعیه پاتو دراز کردی؟ کفشارو بلا چه خبر؟ پاشو بریم. الان مسئله تو واقعا کفشای منه؟ حالم از همه تو با هم میخوره. ریاکاری میخوای یه چیز دیگه بگی یه چیز دیگه میگه. الان مثلا آره آره من 40 سالمه، پام تو گفت پاشنه بلند زیاد نمونه، ورم کرده. تو چقدر بدبخت دیگه، حتی نمیتونی واسه تو دخترت یه دون تاکسی بگی بیچاره. آقا تو الان داری به من تر میزنی، قصد داری کس خاصی رو پوشش بدی؟ من همه رو پوشش میدم، همه رو میخوام، میتونم میخوام، همه ماله من. آن را بریم. خدایا این چه دوست پسر مزخرفی، چرا من یک نواخت؟ آقا 68 بار از سر شب با یه تون میگه بریم. آقا من تو رو میرسونم خونه، خودم میرم خونه، داریم گند میزنیم. اگه بتونی یه جور دیگه بگی میام. دوستان رسما شما با این سیرک مسخره که راه انداختی کفر من 1 کیلو دارین در بیارید. بریم. مگه اینجا خونت اینقدر حرف میزنی؟ اینو بفهم که اینجا یه رستوران کثافته که هممون توش گیر افتادیم. همین. عزیزم میشه لطف کنه اون دهن قشنگ تو ببندی؟ تو خودت این رستوران رو انتخاب کردی، حالا میگی گند بزنم تو این رستوران؟ من انتخاب نکردم، بله خودت انتخاب کردم. چرا مزخرفی؟ میگی آخه مادر من میتونه انتخاب کنه؟ انتخاب اون انتخاب نکرد، اون فقط گفت اینجا قشنگه. همین غلط کرد. مامان یه سوال ازت دارم، شما الان اینجا رو دوست داری؟ خوشحالی که الان تولد تو تون اینجا برای جشن گرفتیم و چک شکلات ها بود که دوست داشتی بگم برات بیارم بخورم. بایا بایا نکن دیگه، نکن با من مامانم ازم دوره، کلافه میشم مامانم. شما دیگه ببند اون دهنه تو دیگه. دوستا ما دیگه رسما داریم به تراژدی نزدیک میشیم، در صورت که بهتر تنس خودمون رو حفظ کنیم. بریم. مامان شما چه بابا میدونو ندادی من چی کار کنم الان؟ من الان شکل شکلات سفارش بدم؟ مادر بادرم از شما میگو اینقدر خودت تو علکی تکون نده، یه چیزی بگو، یه صدایی از هم در بیا بده. بابا شدش نکن دیگه. آری اصلا هر کاری رو من بکنی بکنی به من هیچ ربطی نداره. من باشه سود باشم به اینجا سر دارم میدونم، فقط برای شما دونم هر هیچ کدومتون هم قرد نمیدونه. این کار بکن، کار بکن، کار بکن، و تا بلد این قرد بزنی، قرد بزنی، نگه دست رو من نزن، اشتم دست رو من نزن، دست رو من نزن، فقط بلد این قرد بزنی، قرد بزنی، این نزی مرون نزی مرین نزی، بابا من هم آدم هم من هم میخواد این صدقه قرد بقید کدوم گوری داره در میاد. یا بیرون پشت من ریدم با بیرون قرد بقید بابا من سدی که سر نزنی دارم فعل میزنم. زبونه دو رو میفهم. اینا اولی موجودات چی هم درست من میشتم؟ سر شاید هر کسی فقط باید به فکر خودش بود. بله هر کی خودش رو بخواد به خودش بگه. من دیگه واقعا این برستم بید. ولی من آقا یک وضعی دارم، دلت نخواد گشنمه، تشنمه، زردم دارم، جاش دارم. خانم روی اون میز غذا هست، بریم بخوری، نوشیدنی هست، بریم بنوشید. تو حالتم اونجاست، بریم. نه مهمتر از همه اینه که من برای آبروی اون پا برنده نرفتم، وگرنه اون گارسون خوشگل سیگار داره منو میکشه بالا. وای آن را تو نکنه تصمیم گرفتی تا ابد اینجا بمونی. اگه دوستم داری بذاری شب آخری واقعا رود بالا بیارم. آن را یه چیزی نگو نتونی جمعش کنی، مثل فیلم های مزخرف با من. آن را اینو بفهم که من دارم غرق میشم و میتونم هر کسی رو با خودم غرق. بابا مردی که داره غرق میشه یه ذره وزین قطعی میشه، اینقدر زرزر نمی کنه. باشیم
ببخش من اون کار این متوجه نشدم الان آقای بورش میخواد بره خودش رو پرخ بکنه. نه 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 خواهی داری خودتون خواهی نه شروع میخواهی خودتون غلط بکنیم نه نکن این کارو من مردم میبهم نکنه به خاطر اون بور اون بارا چی باشم نکن این کارو نکن این کارو وقتی قد بوز حالید نیست چرا تو نهاری میکنی؟ مری تو میتونی بفهمی وقتی یه مردی شرمنده زن و بچهش بشه یعنی چی؟ میتونی بفهمی اگه همه زندگی شو از دست بده یعنی چی؟ میتونی بفهمی اگه غم باشه تا آخر عمر سگ تو بزنه به اینجا نرسه یعنی چی؟ میفهمم من خیلی میفهمم موریسم ما این کارو نکن من بذار اون قراردادتون ببینم خوابتون رو بهت کمک بکنم یه مرد نباید اریک هیچی برای دیدن وجود نداره همینه ببین بذار هم دقیقا قراردادای بابا بانکی تو ببینم شد وای 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 اریک اریک به خدا تو مسیحی نیستی دست تو من نزن دست تو بکش اینجا همه میخوام به من دست بزنن من نمیفهمم خودش افتاده بود به پام داشت انتباسم رو میکرد میخوام کم تو دارم پر میشه من آهده کله مامان من نمیخوام بابا ملافت سوار کنم باشه شمشه
چیزا عوض میشه. سلام به پاتریسیا برسون. خدا کافیه دلت بخواد یه جایی بریم.